اسفهاندیارا، خاطرات شهبانو فرح پهلوی، ملکه ایران. پادشاه که از کوتاهی عمر خود آگاهی داشت، در صدد آماده کردن مملکت برای سلطنت ولیعهد بود. او بارها گفته بود که پسرش نباید مانند خود او سلطنت کند. هدف رضا که وارث مملکتی رو به توسعه می شد، می بایست ایجاد دموکراسی در ایران باشد. در بهار 1356، مخالفین سیاسی و روشنفکران و خصوصا یک روزنامه نویس، آغاز فوری یک فضای باز سیاسی را درخواست کردند. این روزنامه نگار در نامه سرگشاده‌ای به پادشاه از او خواست که طبق قانون اساسی سلطنت کند و آزادی بیان را آنچنان که در اروپای غربی و آمریکا وجود دارد برقرار نماید. شاپور بختیار و مهدی بازرگان نیز در همین زمینه اظهار عقیده کردند. پادشاه تصمیم گرفت در ایجاد فضای باز سیاسی شتاب کند و برای آنکه نشان دهد دوران تغییرات فرا رسیده است، در وسط تابستان 1356 جمشید آموزگار را که مردی درستکار، درخشان و با فرهنگ بود، به جای هویدا به نخست وزیری برگزید. همسر من در خاطراتش نوشت: او به صداقت و درستکاری شهرت داشت و علاوه بر این دبیر کل حزب رستاخیز بود و می توانست از پشتیبانی حزب برخوردار شود. تصمیم من دائر بر تغییر نخست وزیر و انتصاب آموزگار به جای هویدا دلیل عدم رضایت از هویدا نبود. من نسبت به این شخصیت تحصیل کرده و خدمتگزار که 13 سال مستر امور بود محبت فراوان داشتم، اما هویدا جدن خسته شده بود و خود نیز بی علاقه نبود که اندکی از مسئولیت رهبری امور دولت دور باشد. برای اینکه اعتماد و اطمینان خود به هویدا را نشان داده باشم، وی را به وزارت دربار پادشاهی منصوب کردم که در این سمت می توانست هم طرف مشورت قرار بگیرد و هم هر روز با من ملاقات داشته باشد. از ابتدای تشکیل دولت آموزگار، به ضرورت سیاست گسترش آزادی سیاسی به شرط آنکه موجب تخریب کشور نشود تاکید کردم. نخست وزیر کار دشواری در پیش داشت، زیرا می بایست به موازات برقراری آزادی سیاسی با نارضایتی های حاصل از سرخوردگی مردم پس از بالا رفتن سریع قیمت نفت نیز مقابله کند. دولت مجبور شد به جای اجرای برنامه ششم که امید بسیار به آن بسته بودیم، رویه محدودیت و سخت گیری در امور اقتصادی را پیش گیرد و این موضوع خود موجب افزایش نارضایتی ها و دلتنگی ها شد. درخواست فضای باز سیاسی موضوع تازه‌ای نبود، اما با رفتن جیمی کارتر از حزب دموکرات به کاخ سفید پس از انتخابات 11 آبان ماه 1355 این درخواست با شدت بیشتری مطرح شد. همسر من با رؤسای جمهوری قبلی که از حزب جمهوری خواه بودند و خصوصا ریچارد نیکسون که از جمله دوستان ما باقی ماند روابط نزدیکی داشت. او معتقد بود که جمهوری خواهان آمریکا به اشکالات بسیاری که پادشاه برای پیشرفت مملکت و خروج از عقب ماندگی داشت آگاه بودند و قبول داشتند که این عمل بدون اعمال قدرت امکان پذیر نیست. هنری کیسینجر که ایران را خوب می شناخت به پیشرفت‌های حاصله در طول 10 سال آخر با نظری تحسین‌آمیز می نگریست. اما کارتر حقوق بشر و آزادی ملت‌ها را از جمله شعارهای اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود، بدون آنکه وضع اقتصادی و فرهنگی کشورها را در نظر بگیرد. مخالفین پادشاه کارتر را متحد خود می‌دانستند و بدیهی است که اگر شخص دیگری به کاخ سفید راه می‌یافت، اعتراضات مخالفین نمی‌توانست چنین شکل حادی به خود بگیرد. انتخاب نخست وزیر جدید موجب بهتر شدن وضع نشد. در مهر ماه 1356
کانون نویسندگان ایران شب‌های شعر را در انستیتو گوته وابسته به سفارت آلمان برپا کرد. این گرد همایی جماعتی عظیم به گفته ای نزدیک به 15,000 نفر را به سوی خود جلب کرد. از برای کلمات پیام روشن بود. روشنفکران بی صبرانه در انتظار ورود به دوران جدید بودند. در مهر ماه همان سال ما برای یک بازدید رسمی عازم آمریکا شدیم. سفر مهمی بود چون همسرم برای نخستین بار با رئیس جمهوری جدید ملاقات می کرد. آیا این ملاقات موجب ایجاد رابطه‌ای نزدیک میان آن دو می شد؟ یکی تازه به قدرت رسیده بود و دیگری از 37 سال پیش سلطنت می کرد. ورود ما به کاخ سفید لحظات دشواری را در پی داشت. تظاهر کنندگان در آن سوی ردیف مأمورین امنیتی جمع شده بودند. بعضی برای کف زدن و ابراز احساسات و برخی برای ناسزا گفتن. و هنگامی که دو رئیس دولت نخستین کلمات خود را در برابر روزنامه نویسان و شخصیت‌ها روی چمن کاخ سفید ادا می کردند، جدالی خشونتبار میان دو گروه تظاهر کننده در گرفت و پلیس مجبور به دخالت شد. پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و این گاز تا نزدیکی جایگاه پیش آمد و بدین سان بینندگان تلویزیون در سراسر جهان شاهد صحنه غیرقابل تصوری بودند که در آن رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه ایران در حال سرفه کردن و پاک کردن چشمانشان به نطق خود ادامه می‌دادند. سپس به اتاق پذیرایی رفتیم. رئیس جمهوری و همسرش از ما خواستند که این حادثه ناگوار را فراموش کنیم. واقعا هم ناراحت بودند، اما من با خود گفتم که در زمان ریاست جمهوری نیکسون هرگز به تظاهر کنندگان اجازه نمی دادند تا این حد به ما نزدیک شوند. آیا این اراده زمامداران جدید نبود که ما را برآشفته کنند؟ به این معنی که از این پس مخالفین سلطنت مورد حمایت آنها هستند؟ نخستین مذاکرات میان همسرم و رئیس جمهوری تا اندازه این تنش را تخفیف داد. پادشاه که آن روز خیلی سرحال بود، نظر خود را درباره روابط نیروها در جهان شرح داد. سپس از نقشی که ایران به گمان او باید در این میان ایفا کند صحبت کرد. رئیس جمهوری و مشاورانش بعدها اعتراف کردند که تحت تأثیر تجزیه و تحلیل پادشاه قرار گرفته و قانع شده بودند. جیمی کارتر همان شب به طور غیرمنتظره‌ای در ستایش همسرم سخن گفت و پادشاه که در انتظار یک چنین سخنانی نبود سخت تحت تأثیر قرار گرفت و فردای آن روز به روزنامه نویسان گفت که نخستین روز بازدید ما با اشک آغاز شد و با اشک به پایان رسید. با وجود این در خارج از کاخ تظاهرات مخالفین حتی تا زیر پنجره ها ادامه داشت و بدتر از آن به نظر می رسید که تظاهر کنندگان از برنامه خصوصی سفر ما نیز آگاه بودند. به طوری که وقتی برای چند آزمایش پزشکی به بیمارستانی در ایالت مینسوتا رفتم با عده‌ای 20 نفری از مخالفین که شعارهای ضد سلطنت می دادند روبرو شدم. بعدها از یکی از هموطنان که در آن زمان در صف مخالفین بود شنیدم که مقامات آمریکایی اطلاعاتی را که قاعدتاً میبایست محرمانه بماند در دسترس مخالفین گذاشته بودند. در طول این سفر بود که با تعجب تصویر یکی از روحانیون را در دست دانشجویان تظاهر کننده دیدم. این دانشجویان خواستار آزادی بودند و من این موضوع را میفهمیدم. اما به هیچ وجه نمی توانستم تصور کنم که چگونه یک ملا می تواند در نظر آنان سمبل آزادی و تجدد باشد. اگر طبقه ای از جامعه واقعاً در جهت عکس کوشش های پادشاه برای پیشرفت ایران عمل کرده بودند، همین محافظه‌کاران مذهبی بودند. در همه زمینه ها از دادن حق انتخاب به زنان تا اصلاحات ارضی و مبارزه با بیسوادی، همسر من همواره با مخالفت بعضی از روحانیون روبرو شده بود. هرچند او با گروهی دیگر از روحانیون رابطه‌ای بسیار نزدیک داشت، خصوصاً با آیت الله بهبهانی و آیت الله خونساری.
روحانیون محافظه‌کار در طول قرن‌ها بر افکار مردم حکومت کرده بودند و ترقی و باز شدن به سوی جهان را تهدیدی برای سلطه خود می‌دانستند. من از خود می‌پرسیدم این ملایی که نگاه اخمالودش برایم ناشناس بود کیست و چرا این چنین مورد ستایش تظاهر کنندگان جوان قرار گرفته است؟ به من گفتند آیت الله روح الله خمینی. نام او یادآور خاطره‌ای دور در حافظه من بود. در گذشته او پس از ایراد نطق‌های آتشینی علیه آزادی زنان و تحریک مردم علیه انقلاب سفید دستگیر شده بود. سپس مورد بخشش پادشاه قرار گرفته و تبعید شده بود. از 10 سال پیش دیگر در ایران زندگی نمی کرد و اگر من شاهد حضور نمایش او در میان علامتها و شعارهای دانشجویان در کوچه های نیویورک نبودم، فکر می کردم مملکت نیز مانند من او را فراموش کرده است. چند هفته بعد از آن، کارتر و همسرش در راه سفر خود به دهلی در تهران توقف کردند و شب سال نو 1978 را با ما گذراندند. این ابتکار عمل نشانه‌ای بود از تأثیر مثبتی که پادشاه بر رئیس جمهوری جدید آمریکا گذاشته بود. همسرم توجه یک رئیس جمهور دموکرات را که به تازگی انتخاب شده بود به فال نیک گرفت. ما در 10 دی ماه 1356 کارتر و همسرش را در کاخ نیاوران به شام دعوت کردیم. هرگز اعتمادی را که پادشاه در شب سال 9978 نسبت به آینده ابراز کرد از یاد نمی برم. سالی که آبستن حوادثی بسیار غم‌انگیز بود. پادشاه گفت در سنت ما نخستین میهمان سال پیام‌آور رویدادهای آینده است و هرچند سال نو ایرانیان با بهار آغاز می گردد، اما یقین دارم که حضور میهمان عالی قدری چون شما آینده درخشانی را برای ایران نوید می دهد. آنگاه جیمی کارتر از جای برخاست و این جملات ستایش‌آمیز را نسبت به پادشاه ایراد کرد که هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تا آن زمان با چنین کلمات تحسین‌آمیزی درباره پادشاه صحبت نکرده بودند. کارتر گفت ایران تحت رهبری پادشاه چون جزیره ثباتی در میان یکی از پرآشوب‌ترین مناطق دنیا قرار دارد و این حاصل کوششی است که اعلی حضرت در راه پیشرفت ایران انجام می‌دهید و نیز عشق و علاقه‌ای که ملت نسبت به شما ابراز می‌کند. در گردشی که در خیابان‌های زیبای تهران در معیت پادشاه انجام دادیم، شاهد ابراز احساسات فراوان شهروندان ایرانی در دو سوی خیابان‌ها بودیم. همچنین صدها و بلکه هزاران آمریکایی را دیدیم که برای دیدار رئیس جمهورشان آمده بودند. آنها آمریکایی‌هایی بودند که در این مملکت پذیرفته شده و آن را چون خانه خود به حساب می‌آوردند. ملت شما و زمامداران دو مملکت دلبستگی مشابهی در حفظ حقوق بشر دارند. هیچ کشور دیگری در جهان تا این اندازه در سازماندهی نظامی به خاطر امنیت متقابل با ما نزدیک نیست. هیچ کشور دیگری درباره مسائل منطقه‌ای مورد توجه آمریکا تا این اندازه با ما به مشورت نمی‌پردازد. من با هیچ یک از رؤسای دولت‌ها تا این اندازه احساس نزدیکی و حق شناسی نکردم. ملک حسین که 2 روز قبل برای دیدن همسرم به ایران آمده بود، اقامت خود را برای دیدن آقای کارتر تمدید کرد. پس از شام رسمی، او نیز در کتابخانه به ما پیوست و ما همگی با کارتر و همسرش سال نو را به صورتی خودمانی جشن گرفتیم. من از آن شب نشینی که با صلح و صفا پایان یافت خاطره خوشی دارم. به این ترتیب ملک حسین، آقای کارتر و همسرم توانستند به طور ساده و خودمانی با هم به صحبت بنشینند، در حالی که رضا برای مدعوین موسیقی انتخاب می کرد. 1 سال بعد ما ایران را ترک می کردیم و 13 آبان 1358 یعنی 2 سال بعد از این ملاقات دانشجویان خط امام
مسئولیت سیاسی سفارت آمریکا در تهران را مورد تجاوز قرار داده و 66 آمریکایی را به گروگان گرفتند. نخستین تظاهرات در 17 دی ماه 1356 در شهر مذهبی قم آغاز شد. آن روز طلاب حوزه علمیه به بهانه مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود به خیابان‌ها ریختند. قم شهری بود که آیت الله خمینی تا سال 1342 در آن به تدریس مشغول بود. در آن سال به تحریک او اغتشاشاتی برای اعتراض به اصلاحاتی که از راه رفراندوم انجام شده بود به وقوع پیوست. بعدها دانستیم که برخی از شاگردان قدیم او از زمان تبعید آیت الله راهش را دنبال کرده بودند. این مقاله در زمانی منتشر شد که پیروانش توانستند از آن به بهترین وجه بهره برداری کنند و از کفر سخن بگویند و مردم را به نام او به بسیج عمومی بخوانند. این بلوا خیلی زود گسترش پیدا کرد و روز 19 دی ماه تظاهرکنندگان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند. آنان آنچرا که به نظرشان نشانی از تجدد بود، از جمله سینماها، رستوران‌ها و مدارس دخترانه را غارت کردند. مأمورین انتظامی مجبور به دخالت شدند و برقراری آرامش به بهای جان 8 نفر، یعنی 6 تظاهر کننده و 2 مأمور امنیتی تمام شد. پادشاه در خاطرات خود این طور می نویسد: نخستین اغتشاشات در شهر قم روی داد که طی آن 6 نفر به قتل رسیدند. از این پس برپا کردن مراسم عزاداری به مناسبت 3، 7، و 40 کشته شدگان بهانه برپایی تظاهرات و ایجاد اغتشاش و تحریک و قتل گردید تا هر بار بتوانند مراسم عزاداری جدیدی برای مقتولین برپا کرده و آتش خشم و تعصب را برانگیزند. البته از دیدگاه مذهبی چنین سوء استفاده شرم‌آوری از مصیبت‌های دیگران قابل قبول نیست. روزهای 29 و 30 بهمن، یعنی 40 روز بعد از وقایع غم‌انگیز قم، به بهانه سوگواری برای شهدا، تظاهرات قابل ملاحظه‌ای در تبریز برپا شد. برای نخستین بار، مخالفان سیاسی، دانشجویان و بازاریان برای تقاضای آزادی بیان و افزایش مزدها به روحانیون ملحق شدند. این اتحاد در نظر ما غیر قابل قبول بود. چگونه ممکن بود کسانی که خواستار غرب‌گرایی سریع‌تر رژیم بودند همراه با طلاب بی تجربه رژه بروند؟ با کسانی که خواستار بازگشت به مقررات قشری مذهب، جلوگیری از ورود فرهنگ غرب به ایران، حجاب اجباری برای زنان و غیره بودند. یعنی درست آنچه که خلاف تقاضاهای دسته اول بود. تظاهر کنندگان آنچه را که در نظر آنها سمبول‌های فساد بودند با آتش کشیده و غارت کردند. سینماها، مشروب فروشی‌ها، مغازه‌های فروش اشیاء تجملی و همینطور ساختمان‌های دولتی مانند کاخ دادگستری و دفتر حزب رستاخیز را. مأمورین انتظامی در برابر ابراز این همه خشم و نفرت غافلگیر شده بودند و از ارتش کمک خواستند و یک بار دیگر برخوردها منجر به کشته شدن عده‌ای در میان دو گروه شد. ارتش برای دفاع از مملکت آموزش دیده بود و نه برای عملیات نظامی شهری. در رابطه با این مطلب خوب به خاطر دارم که دولت آمریکا از دادن گلوله‌های کاوچویی و گاز اشک‌آور به ما خودداری کرده بود. در این هنگام آیت الله خمینی که در عراق در تبعید به سر می‌برد برای نخستین بار آشکارا درباره وقوع این حوادث با کلماتی نفرتبار که انسان را به وحشت میانداخت گفت: مبارزات ما هنوز گیاه شکننده‌ای بیش نیست و برای تبدیل شدن به درختی تناور به خون شهدا نیاز دارد. کدام حسی این مرد را واداشته بود که بدین سان خواهان مرگ هم نوعانش باشد؟ روز 9 فروردین ماه 1357 به بهانه برگزاری سوگواری قربانیان تبریز
تظاهرات تازه‌ای در برخی از شهرها خصوصا تهران به وقوع پیوست. همسرم دستورات اکید به مأمورین انتظامی و ارتش داده بود که از هر گونه خونریزی جلوگیری شود، اما آنها نیاز به شهید داشتند و این نیاز برآورده شد. پادشاه بعدها گفت: چون این سوء استفاده شرم‌آوری از غم و اندوه دیگران قابل قبول نیست. به من گزارش دادند که در مقابل در ورودی گورستان گروهی آشوبگر حرفه‌ای هر جنازه‌ای را از اقوام متوفا به زور و عنف گرفته در اطراف آن تظاهرات برپا کرده و آن را یک قربانی جدید ساواک قلمداد می‌کردند. سخنان محسن رضایی فرمانده پاسداران انقلاب اسلامی این نظر پادشاه را تایید می‌کند. او درباره استراتژی انقلابیون در طول سال 1357 اینطور میگوید: سازماندهی تشییع جنازه های دروغین برای پخش در رادیو و تلویزیون، تهیه تابوت های حامل اسلحه و خصوصا اسلحه سرد تا در صورت حمله پلیس بتوان فوراً از آنها استفاده کرد. استقرار سوگواران دروغین زن و مرد در گورستان‌ها به عنوان یک حربه سیاسی مذهبی، استفاده از لباس‌های خونین به عنوان سلاح‌های روانی، سیاسی، تبلیغاتی به منظور تهییج افکار عمومی. استادانی که آن روز در دانشگاه حضور داشتند، نحوه شهیدسازی را اینچنین تعریف می‌کنند. یکی از دانشجویان در برانکاری دراز کشید. سپس او را با ملافه سفیدی پوشاندند و آنگاه ملافه را به خون آلوده کردند. او را به دوش گرفت و فریاد کنان در خیابانها به راه افتادند. کشتند، کشتند. به طور کلی احساس می کردیم که تظاهرات از پیش برنامه ریزی شده بود و کم و کسری نداشت و از هر نوع وسیله‌ای از قبیل بلندگو، ماسک، واکی‌تاکی و اندک زمانی بعد اسلحه برای پیش برد مقاصدشان استفاده می شد. در طول هفته ها بر ما واضح شد که لیبرال ها و چپگرایان که بسیاری از آنها هیچ وجه تشابهی با اسلامگرایان نداشتند با این تظاهرات عظیم همراه شدند. آیا کمونیست ها از مذهب به عنوان حربه‌ای برای برانگیختن مردم استفاده می کردند؟ همان کمونیست هایی که هدفشان در صورت رسیدن به قدرت منع اجرای مناسک مذهبی بود. هر یک از عناصر تشکیل دهنده این اتحاد انقلابی ناهمگون، یعنی مذهبیون، لیبرال ها و مارکسیست ها، منافع فرصت طلبانه‌ای برای اتحاد با دیگران داشتند. ولی واضح بود که اگر روزی به زمامداری مملکت می رسیدند، نخستین اقدام هر یک از میان برداشتن متحدین قبلی بود و دیدیم که چنین هم شد. محاذا در آن زمان این اتحاد به وجود آمد و از حمایت بازاریان که بورژوازی متوسط مذهبی را تشکیل می دادند و ثروتمند و صاحب نفوذ بودند برخوردار گردید. بازاریان از بالا رفتن قیمت نفت و به طور کلی از رشد اقتصادی مملکت سود بسیار برده بودند. اما پس از سرکار آمدن دولت آموزگار که رویه سختگیری های اقتصادی را پیش گرفت و به مقابله با ارتشاء پرداخت، آنان نیز به گروه طرفداران خمینی پیوستند و چنان که بعداً روشن شد، بعضی از آنها با کمک‌های مالی قابل توجهی او را یاری دادند و جوانان که تحت تأثیر گروه‌های مختلف سیاسی با منافع متفاوت قرار گرفته بودند، همه شور و نیروی خود را در اختیار این گروه‌های بی‌وجدان گذاشتند. به گفته پادشاه، عمل غیرقابل بخشش دیگر آشوبگران سوء استفاده از زودباوری و احساسات دانشجویان بود. ابتدا دانشگاه ها را به آشوب کشاندند و سپس برای گسترش نابسامانی به تحریک در مدارس متوسطه و ابتدایی پرداختند و متاسفانه موفق شدند. البته من انتظار نداشتم که جوانان ایران محافظه کار باشند و می دانستم که برای آرمان های خود حاضر به تلاش و فداکاری هستند. اما نمی دانستم که فریب دروغ پردازان و آشوبگران را خواهند خورد.
من که شاهد تظاهرات مکرری بودم که هر بار گسترش بیشتری می‌یافت، میان شک و اضطراب بودم. شگفت آنکه کوشش‌های مثبتی که سلطنت برای ایران انجام داده بود، ناگهان از سوی وسائل ارتباط جمعی غربی به صورتی منفی معرفی می‌شد. حتی آنهایی که در ابتدای سالهای 50 تملق پادشاه را می‌گفتند، امروز اقدامات او را محکوم کرده و این روزنامه نویسانی که معمولاً نگران آزادی ها هستند، خمینی را مظهر پیروزی معنویات بر مادیات معرفی نمودند و در همین زمان یک فیلسوف ایرانی از ظهور گاندی جدید سخن گفت. برای ما که از اعتقادات واقعی و جاه طلبی این مرد مطلع بودیم، این گفته ها قابل درک نبود. پادشاه بعدها نوشت: اشتباه بزرگ ما آن بود که از وسایل ارتباط جمعی خود برای مبارزه با اندیشه های مخرب استفاده نکردیم و با جوانان به گفت و شنود نپرداختیم. نخبگان سیاسی و فرهنگی مملکت تقاضای ملاقات مرا کردند و من به امید اینکه کمکی برای پادشاه باشم آنها را پذیرفتم. دانشگاهیان، رهبران سیاسی سابق، جامعه شناسان، روحانیون و روزنامه نگاران یکی پس از دیگری به دفتر من می آمدند. آنها نیز از جهتی که وقایع به خود گرفته بود نگران به نظر می رسیدند و در جواب این سوال که برای آرام کردن افکار و تسلط دوباره بر اوضاع چه باید کرد، پاسخ آنها همواره این بود: بایستی اعلی حضرت یک شخصیت مورد قبول مردم را به کار دعوت کند. شخصی محبوب، درست کار، باهوش و مردم پسند. با قبول سخن آنها می گفتم چه کسی را پیشنهاد می کنید؟ و آنها در پاسخ نام بزرگانی را که دیگر در میان ما نبودند به زبان می آوردند. می گفتم قبول دارم، ولی از میان زنده ها به چه کسی فکر می کنید؟ و در جواب با سکوتی طولانی مواجه می شدم. مخالفین در طول سالها از راه تهمت ارتشا به عده‌ای و تهمت وابستگی به انگلیس و آمریکا به عده دیگر همه مردان سیاسی را بی اعتبار کرده بودند. در طول این ملاقات ها یک وزیر سابق با تلخی و ترس و نوعی خشونت از من ایراد گرفت که با تبدیل شیراز از مکانی فرهنگی به مکان فسخ و فجور به خشم روحانیون کمک کردم. من در جواب گفتم: آقای وزیر، آیا این تنها کاری است که در طول 20 سال اخیر انجام دادم؟ اون ناتوان از دادن پاسخ صریح از من عذرخواهی کرد و روز بعد یک جلد قرآن برایم فرستاد. مردم اعتماد خود را از دست داده و از فکر کردن درباره وقایع عاجز مانده بودند. در طول فعالیت‌هایم در بیمارستان‌ها، مدارس و کتابخانه‌ها وخامت اوضاع را حس می‌کردم. دیگر آن زمانی که من از دست مأمورین امنیتی برای رفتن به میان مردم مشتاق فرار می‌کردم، گذشته بود. در حال حاضر کاملاً احساس می‌کردم که وضع خوب نیست. بعضی به من قوت قلب می‌دادند و برخی دیگر از من دوری می‌کردند و من دشمنی آنها را احساس می کردم. دیگر گفتگو با مردم امکان پذیر نبود و این وضع مرا مضطرب می کرد و ناامیدانه در جستجوی وسیله‌ای برای بازگرداندن اعتماد مردم به کاخ باز می گشتم. پادشاه خاموش و با جدیت از بامداد تا شامگاه به کار خود ادامه می داد. لاغر شده بود و به نظر ضعیف می آمد و این موضوع بیش از هر چیز مرا نگران می کرد. آیا علت این تحولات پیشرفت بیماری بود یا نگرانی هایی که مملکت ایجاد می کرد؟ هر نوع تظاهر به خشونت او را عمیقاً ناراحت می نمود و مدام تکرار می کرد: آخر چرا؟ و نمی توانست درک کند که به چه علت این ملت که زمانی دراز با او پیوندی نزدیک داشته است، ناگهان گفتارهای مبهم یک مذهبی تاریک‌اندیش را میپذیرد. آیت الله العظما کاظم شریعت مداری در نگرانی های همسرم شریک بود. او تعصب خمینی را نمیپذیرفت و پیامهایی برای پادشاه میفرستاد و با ذکر نام روحانیون افراطی تقاضای دستگیریشان را میکرد.
او معتقد بود که تظاهرات با ساکت کردن این افراد به پایان خواهد رسید. من این فهرست را دیده بودم و به یاد دارم که نام صادق خلخالی در آن ذکر شده بود. پادشاه با توقیف این افراد موافقت نکرد و بیشتر به فکر راه حل سیاسی و از سر گرفتن گفتگو بود. در خرداد ماه سه شخصیت جبهه ملی یعنی شاپور بختیار، داریوش فروهر و کریم سنجابی استاد دانشگاه نامه سرگشاده‌ای به پادشاه نوشتند و از او خواستند که طبق قانون اساسی سلطنت کند. آنها درخواست انحلال حزب رستاخیز، تأسیس سال 1353، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و انتصاب دولت جدیدی با شرکت نمایندگان انتخابی اکثریت مردم را داشتند. این نحوه خطاب به پادشاه امری تازه بود و در ایران سابقه نداشت و من یقین دارم که اگر این افراد از پشتیبانی کارتر برخوردار نبودند، هرگز این چنین عمل نمی کردند. اما مطلب به همین جا ختم نمی شد. از خواندن نامه چنین برمی آمد که سلطنت هیچ خدمتی به ایران نکرده است، در حالی که مملکت در 20 سال آخر سلطنت همسرم در همه زمینه‌ها به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمده بود. شاپور بختیار آخرین رئیس دولتی بود که سوی پادشاه منصوب شده بود. دو امضا کننده دیگر این نامه قبل از مرگ غم‌انگیزشان به خمینی پیوسته بودند. داریوش فروهر که در جمهوری اسلامی به وزارت رسید و سپس جزو مخالفان درآمد، با همسرش به طرز فجیعی به قتل رسیدند. کریم سنجابی نیز در تبعید درگذشت. بعد از تظاهرات دوباره اردیبهشت ماه در قم و تیر ماه در مشهد به بهانه سوگواری شهدا، پادشاه تصمیم گرفت روند دادن آزادی‌ها را سریع‌تر نماید و در روز 14 مرداد 1357 به مناسبت جشن مشروطیت برگزاری انتخابات آزاد را با شرکت همه گروه‌های سیاسی در بهار 1360 اعلام کرد. مخالفین توقع بیشتری نداشتند و قاعدتاً خواست آنها برآورده شده بود، اما این تصمیم پادشاه نوعی ضعف تلقی شد و رهبران انقلابی از این موضوع نهایت استفاده را کردند. در 20 مرداد ماه تظاهرات جدیدی در شهر اصفهان برپا شد و حکومت نظامی اعلام گردید. در این موقع بود که فاجعه سینما رکس آبادان به وقوع پیوست و این عملی بود برای تشدید خشم مردم، ایجاد کینه و نفرت و قدمی غیر قابل بازگشت در راه متلاشی کردن مملکت. روز 28 مرداد با آغاز نمایش فیلم، ناگهان آتش در سینمای آبادان زبانه کشید. 400 نفر در این واقعه در میان شعله‌های آتش جان سپردند. من که به استفاده سیاسی مخالفین از این واقعه یقین داشتم، فوراً با نخست وزیر تماس گرفتم و او را از تصمیم خود دائر به رفتن نزد مجروحین و خانواده‌های قربانیان اعلام کردم. او مرا منصرف کرد و من با شنیدن سخن او ناگهان احساس کردم که او اعتماد خود را از دست داده است. اعتماد به این که پادشاه و من مظهر نیرو و همبستگی این ملت هستیم. احساس کردم که نظر او نسبت به من تغییر کرده و من در نظر او دیگر آن شخصیتی که به مدت 20 سال از نزدیک با مردم در تماس و گفتگو بوده است نیستم. او به احتمال زیاد حق داشت مرا از این سفر منصرف کند، زیرا در ساعات بعد آیت الله خمینی از مرز ممکن فراتر رفته دولت را متهم به ایجاد این واقعه موهش نمود. از بعد وقت شاشات حدود 50 سینما توسط طرفداران خمینی به آتش کشیده شده بود. بنابراین فاجعه سینما رکس نیز می توانست کار همان افراد متعصب باشد. تحقیقات بعدی این امر را تأکید کرد، اما عامل آن که جوانی 19 ساله عضو کماندوی جمشید و متخصص عملیات خرابکاری بود به عراق فرار کرد
و با انقلاب اسلامی نجات یافت. در آن زمان اتهام رژیم به دخالت در این فاجعه مردم را بر ضد سلطنت سخت برانگیخت. همسرم در خاطراتش چنین می نویسد: در اوایل شهریور سپهبد مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مذاکرات خود را با یکی از مراجع مهم مذهبی برایم نقل کرد که از من می‌خواست به یک اقدام وسیع و نمایشی برای جلوگیری از سقوط و ویرانی کشور دست بزنم. طبیعتاً نسبت به این پیام و تقاضا بی‌اعتنا نماندم، ولی چه می‌شد کرد؟ ناچار شدم از نخست وزیر جمشید آموزگار بخواهم که استعفا دهد و دولت جدیدی را با اختیارات و آزادی عمل بیشتر روی کار آوردم. انتصاب نخست وزیر جدید فکر پادشاه را به خود مشغول کرده بود و در این باره با من مشورت کرد. نخست وزیر جدید باید مردی اهل عمل، متجدد و بردبار باشد و دارای سجایای اخلاقی. من هوشنگ نهاوندی رئیس سابق دفترم را پیشنهاد کردم. او تحصیلاتش را در فرانسه در رشته اقتصاد به پایان رسانده بود و مرد تصمیم بود. نهاوندی که قبلا ریاست دانشگاه تهران را به عهده داشت، در میان روشنفکران دوستان بسیار داشت و بالاخره شنیده بودم که بسیار علاقمند است که نخست وزیر شود. اما پادشاه جعفر شریف مامی را به او ترجیح داد. آقای شریف مامی تجربه ممتد در امر سیاست داشت، زیرا قبلا هم به مقام نخست وزیری و ریاست مجلس سنا رسیده بود و به مدت 15 سال هم در این مقام باقی مانده بود. گذشته از آن او با روحانیون رابطه داشت، ولی در نخستین پیام خود گفت که او دیگر آن شریف مامی سابق نیست و این کار درستی نبود. تغییر دولت آن ضربه روانی پیش بینی شده ی لازم را موجب نشد و پایان ماه رمضان بهانه مناسبی برای تظاهرات جدید 16 شهریور در خیابان‌های تهران گردید. برای نخستین بار تظاهر کنندگان خواستار رفتن شاه و بازگشت خمینی شدند. نظر به اینکه از مردم خواسته شده بود که فردای آن روز دیگر بار به خیابان‌ها بیایند، دولت جدید همان شب تصمیم گرفت حکومت نظامی را در 11 شهر و از جمله تهران برقرار کند و تیمسار اویسی به فرمانداری نظامی تهران منصوب شد. چون از این خبر اطلاع یافتم، نگران شدم و از پادشاه پرسیدم که چگونه مردم را از برقراری حکومت نظامی که هر نوع تظاهرات را ممنوع می کند مطلع خواهند کرد. این یک سوال اساسی بود. اگر دولت از وسایل لازم برای مطلع کردن مردم از برقراری حکومت نظامی استفاده نمی کرد، این احتمال وجود داشت که مردم در خیابانها به تظاهرات غیرقانونی بپردازند، بدون آنکه از حضور سربازان تیمسار اویسی که به سخت گیری شهرت داشت آگاه باشند. در جواب من گفته شد که این خبر از طریق رادیو هر نیم ساعت یک بار طی برنامه‌های خاص پخش خواهد شد. این خبر در واقع از صبح زود روز جمعه پخش شد، در حالی که صدها نفر تظاهر کننده در حرکت بودند و عده‌ای که شب را در خیابان به سر برده بودند نمی توانستند از خبر برقراری حکومت نظامی مطلع باشند. اگر هم این گروه ها از این خبر آگاه بودند، آیا به خانه های خود باز می گشتند؟ شاید معدودی از آنها خیابان ها را ترک می کردند و در نتیجه از خطر مسون می ماندند. این جمعه 17 شهریور و به قول انقلابیون این جمعه سیاه روز شومی در تاریخ میهن ما باقی ماند. ارتش که در میدان ژاله در انتظار تظاهر کنندگان بود، دستورهای دقیقی از تیمسار اویسی دریافت کرده بود. هر دو گروه مسلح بودند و برخورد میان دو جناح غیر قابل احتراز بود. تیراندازان فلسطینی که با لباس مبدل در میان مردم و یا بر فراز بام‌ها در کمین بودند، به سوی سربازان شلیک کردند و آنها نیز ناگزیر پاسخ دادند. در این برخوردها 121 نفر از میان تظاهر کنندگان و 70 نفر از سربازان کشته شدند. همان شب از بد حادثه زمین لرزه شدیدی همچون کابوسی وحشتناک شهر طبس را زیر و رو کرد
و موجب مرگ و میر صدها نفر شد. من طبس را که یکی از آثار تاریخی ثبت شده ایران به شمار می رفت خوب می شناختم و در بازسازی آن شرکت کرده بودم. من جسمن احساس ناتوانی می کردم. خدای من، کی این کابوس به پایان خواهد رسید؟ رنج فراوانی در چهره همسرم پدیدار شده بود. او معتقد بود با توجه به تنشی که بر اوضاع حاکم است نمی تواند تهران را ترک کند. بنابراین تصمیم گرفتم تنها به طبس بروم. این موضوع را با نخست وزیر در میان گذاشتم و او از من خواست قدری تأمل کنم. در صحبت با او به ضعف قدرت دولت در آن دوران پی بردم و متوجه شدم که تا چه حد اعتماد خود را از دست داده است. آقای شریف امامی مطمئن نبود که چگونه در این سفر از من استقبال خواهد شد. او از عکس العمل مردم بیمناک بود. در حقیقت دولت از اوضاع مملکت خبر دقیقی نداشت و تحت تأثیر عقاید مختلف سیاستمداران، نظامیان و روحانیان قرار گرفته بود. من با قلبی اندوهگین به سوی طبس پرواز کردم. روحانیون قبل از من بانجا رسیده بودند و در کنار کارمندان سازمان شیر و خورشید سرخ به صورت سازمان یافته‌ای به مردم کمک می کردند. من با نارضایتی و حتی خشم مردم رنج دیده ی طبس مواجه شدم. بر اساس یک شایعه که البته نادرست بود، پادشاه به آمریکایی‌ها اجازه انفجارهای زیرزمینی در نزدیکی طبس داده بود و همین امر موجبات زلزله طبس را فراهم آورده بود. بعضی نیز گفتند که این فاجعه نشان خشم خداوند است. من یک روز تمام را در آنجا گذراندم و کوشش کردم تا آنجا که ممکن بود مردم را آرام کنم. مقامات محلی از این فرصت برای ابراز نگرانی‌های خود استفاده کردند. در روزهای بعد از جمعه سیاه تظاهرات ادامه پیدا کرد. پادشاه به تقاضای مردم در زمینه آزادی‌های سیاسی جواب مثبت داده به تعهدات خود عمل کرده بود و حال نوبت آن بود که با بازگشت آرامش این تعهدات جامعه عمل بپوشد. اما واضح بود که مسئولین آشوب‌ها به هیچ وجه نمی‌خواستند اصلاحات خصوصاً انتخابات موعود به نتیجه برسد. پادشاه بعدها در این باره در خاطرات خود اینطور می نویسد. بدیهی است اگر مقررات حکومت نظامی به دقت اجرا می شد می بایست دادگاه های نظامی تشکیل شود و متخلفین از مقررات به مجازات برسند. ولی در حقیقت اعلام حکومت نظامی جنبه اخطار داشت و سربازان فقط به روی آتش افروزان و غارتگران مسلح آتش گشودند و در هر حال مجموع این تدابیر آرامشی پدید نیاورد. گروه های مسلح از کمیته هایی که در پناه مساجد تشکیل می شد دستور می گرفتند. در این هنگام بود که علناً گفته شد میان اسلام و کمونیسم منافاتی وجود ندارد. این نظریه غریب به وسیله مجاهدین خلق عنوان شد که در لبنان و لیبی آموزش دیده بودند. مطبوعات چپگرای غربی سخن از خشونت و ارعاب و وحشت می‌راندند، نه از آنچه تروریست‌ها ایجاد کرده بودند، بلکه از آنچه در خیال آنها ناشی از پلیس و ساواک بود. به گفته این جراید بیش از 100 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های پادشاه به سر می‌بردند. واقعیت این است که در این موقع شمار زندانیانی که به علت داشتن پرونده‌های سیاسی محکومیت پیدا کرده و هنوز در زندان به سر می‌بردند هرگز از 3164 نفر تجاوز نکرد و در آبان ماه 1357 فقط 300 نفر در زندان بودند که همه پرونده‌های جنایی داشتند. به طور وضوح ما یک دوره انقلابی را طی می کردیم که برنامه آن به دقت تدارک شده بود. در شهرهایی که حکومت نظامی وجود داشت، گروه‌های کوچک تروریستی و برانداز مسلح به سلاح‌های خودکار و مواد منفجره جنگ‌های چریکی شهری را آغاز کردند. متعاقب آن حمله به ابنیه عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها،
بانک ها و سازمان های دولتی آغاز شد. هدف نهایی تخریب سریع اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور بود. همسرم مثل همیشه با دیگران مشورت می کرد و نظر آنها را درباره ایجاد رابطه دوباره با گروه های مختلف جویا می شد. بسیاری از مخاطبین او اعمال زور را پیشنهاد می کردند، ولی او نمی پذیرفت و یادآور می شد که شاه نمی تواند بدون از دست دادن مشروعیت خود دستور تیراندازی به سوی مردم را صادر نماید. در چنین شرایطی بود که تصمیم گرفت با قلب و احساس خود با مردم صحبت کند، زیرا تظاهر کنندگان دیگر گوش شنوایی برای گفته های منطقی نداشتند. پادشاه با احساس و خلوص نیت سخن گفت و حتی به بعضی از اشتباهات خود اشاره کرد و من در آن زمان یقین داشتم که سخنان او به دل مردم خواهد نشست. اما صحبتهای او فوراً نشانی تازه از ضعف او تلقی گردید. ما که بر اثر تنش‌های چند ماه اخیر به کلی فرسوده شده بودیم، نمی توانستیم به شدت خشونت و پافشاری مخالفین خود پی ببریم و دست به سوی کسانی دراز می کردیم که ما را به مرگ محکوم کرده بودند. در مهر ماه این چند خط را به یادداشت‌هایم اضافه کردم. احساس می کنم که دیگر امیدی نیست. باید در همه جبهه‌ها جنگید. نه به خاطر اینکه وضع در حال حاضر خیلی وخیم است، بلکه به این جهت که من بدبین و سخت فرسودم. آنچه از دستم برمی آید انجام می دهم. باید قوی بمانم و این تنها راه مقاومت است. برای بچه ها نگرانم. باید با مردم گفتگو کرد. راه حل دیگری وجود ندارد. اما گویی همه ما ایرانیان دیوانه شده ایم. تب کرده ایم و هذیان می گوییم. از صبح تا شام با تلفن صحبت می کنم، اطلاعات به دست می آورم و اطلاعات خود را به دیگران منتقل می نمایم و با هم نقشه می کشیم. آیا هنگامی که اوضاع آرام تر شود، راهی برای خروج از این کابوس خواهد بود؟ در اکتبر همین سال سخت بود که نامه‌ای بسیار دوستانه از خانم کارتر، همسر رئیس جمهور آمریکا، دریافت کردم که در آن محبت خود را نسبت به من یادآوری کرده بود. خواندن این نامه مرا تحت تأثیر قرار داد. روز یک شنبه 14 آبان هزاران نفر در خیابان‌های تهران به تظاهرات پرداختند. پادشاه که از کشتار 2 ماه پیش میدان ژاله سخت متأثر و منقلب شده بود، ضمن دستور جلوگیری از تظاهرات تأکید نمود که از تیراندازی مگر در نهایت لزوم خودداری شود. سربازان و پاسبانان از عهده جمعیت عظیمی که به خیابانها سرازیر شده بودند بر نیامدند و تظاهر کنندگان در مسیر خود بانکها، سینماها و سازمانهای دولتی را غارت کردند. وزارت اطلاعات ویران و قسمتی از سفارت انگلستان با آتش کشیده شد. سفارت آمریکا که به وسیله ارتش محافظت می‌شد، به زحمت از حمله آنان در امان ماند. همان شب جعفر شریف مامی استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد و مورد قبول واقع شد. اواخر مهر ماه کارگران پالایشگاه آبادان اعتصاب کرده بودند و آیت الله خمینی که در نوفل و شاتو در حومه پاریس به سر می برد، آنها را به سرپیچی از اوامر دولت و اعتصاب عمومی دعوت کرد و سخنان او توسط وسایل ارتباط جمعی فرانسه و بی بی سی انگلستان پخش شد. دولت فرانسه قبل از دادن پناهندگی سیاسی به خمینی، نظر همسرم را خواستار شده بود و پادشاه با این تصور که بودن خمینی در فرانسه کم خطرتر از اقامت او در لیبی یا الجزیره خواهد بود، به این تقاضا جواب مثبت داده بود. رادیوی انگلیس با آب و تاب فراوان پیام‌های خمینی را پخش می‌کرد. خمینی شخصاً گفته بود بی بی سی صدای من است.
در سال 1320 همین رادیو به مدت 8 ماه برای رفتن رضا شاه تبلیغ کرده بود و سرانجام رضا شاه مملکت را ترک گفته بود. ایرانیانی که این واقعه را به یاد داشتند در پاییز 1357 چنین می گفتند که اگر بی بی سی علیه شاه سخن می گوید پایان کار سلطنت نزدیک است. خطر فلج شدن مملکت پادشاه را بران داشت تا یک دولت نظامی تشکیل دهد. می بایست به هر وسیله ای شده از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری نمود و اوضاع مملکت را سر و سامان داد. پادشاه در مورد انتخاب افسری که بتواند از عهده این امر خطیر برآید با اطرافیان به مشاوره پرداخت. بعضی ها تیمسار اویسی را که به سخت گیری شهرت داشت پیشنهاد می کردند. من با این انتخاب موافق نبودم، ولی به هر حال تصمیم با پادشاه بود که فرماندهان خود را می شناخت و همواره به سود مملکت اقدام می کرد. سرانجام تیمسار غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش را که در میان عمرای ارتش ارشدیت داشت به ریاست دولت موقت منصوب کرد. این انتصاب به پادشاه فرصت می‌داد تا به یک راه حل سیاسی برسد. یکی از نخستین اقدامات این دولت برکناری هویدا بود که خیلی‌ها حتی ارتشیان تقاضای آن را داشتند. او فکر می کرد محاکمه هویدا موجب رفع سوء تفاهمات خواهد شد. پادشاه در این باره در کتاب خاطرات خود اینطور می نویسد: من چندان بین استدلال عقیده نداشتم، ولی هویدا که هنوز مورد احترام من بود آماج اصلی حملات مخالفین بود، اگرچه هدف واقعی خود من بودم. همسرم به هیچ وجه با دستگیری هویدا موافق نبود و این موضوع عمیقاً او را رنج می داد. این تصمیم در جلسه‌ای با حضور چند تن از وزیران و مقامات ارتشی گرفته شد. همه آنها با توقیف هویدا موافق بودند و پادشاه بالاخره با این اجماع نظر موافقت کرد. اندکی بعد به من گفت آن کسی که در طول جلسه به وسیله تلفن با او تماس گرفته بود، تیمسار مقدم رئیس سازمان امنیت بود که به پادشاه گفته بود توقیف هویدا از نان شب هم واجب تر است. من که در آن جلسه حضور داشتم، با اینکه یک چنین تصمیمی قلبم را جریحه دار می کرد، سخنی نگفتم. عقیده عمومی بران بود که برای خروج کشور از این ورطه هولناک باید به هر وسیله‌ای توسل جست و مسئولین سیاسی و نظامی نیز معتقد بودند که هویدا می تواند به خوبی از خود دفاع کند و از این محکمه سرفراز بیرون آید. امروز مرگ وحشتناک امیر عباس هویدا که در زندان به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید در نظرم یک فاجعه است. اما در آن زمان هیچ کس نمی توانست تصور کند که بازداشت هویدا که با هدفی کاملا سیاسی و در یک محیط متشنج انجام گرفته بود به این ترتیب پایان پذیرد. ولی این مطلب به هیچ وجه چیزی از اندوه مرا از این بازی بیرحمانه و غیر قابل پیشبینی سرنوشت نمی کاهد. انتصاب یک نظامی به ریاست دولت نتایج سودمند فوری داشت. پالایشگاه آبادان فعالیت خود را از سر گرفت. تظاهرات به ناگهان قطع شد و به مدت چند روز خیابانهای تهران چهره طبیعی خود را باز یافت. دعوت خمینی به اعتصاب عمومی برای 21 آبان نیز با شکست روبرو شد. محاذا در طول این هفته های دشوار توانستم به اهمیت تأثیر سخنان این مرد بر افکار عمومی و نتایج غم‌انگیز آن پی ببرم. روز 27 آبان 1357 به همراهی دخترم فرهناز و پسرم علیرضا و دکتر سید حسین نصر رئیس دفترم برای دیدار آیت الله خویی که نفوذ بسیار بر شیعیان داشت به کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعیان رفتیم. او مرا در اتاق کوچکی که به سادگی در آن میزیست پذیرفت و یک انگشتر عقیق که دعا روی آن حک شده بود برای پادشاه به من داد و از من خواست به پادشاه بگویم که برای موفقیت او در خدمت به اسلام و ایران دعا خواهد کرد.
دو نظامی، سرجوخه عابدی و سرباز سلامت بخش که به گروه اسلامگرایان پیوسته بودند، یک روز هنگام نماز صبح در پادگان گارد شاهنشاهی به سوی گروهی از افسران تیراندازی کردند. به من اطلاع دادند که بعضی از آنها به سختی مجروح شدند. 13 نفر کشته و 36 نفر مجروح. من فوراً برای کمک و تسلی آنها به محل حادثه رفتم. بسیار تأثیرانگیز بود. هرگز نگاه صادقانه یکی از سربازان را که دستش را در دست گرفته بودم و چند ساعت بعد درگذشت از خاطر نمی برم. عاملان سوء قصد به هلاکت رسیده بودند. من رونوشت نامه ای را که سرباز سلامت بخش قبل از این واقعه برای همسرش نوشته بود خواندم. من این کار را به امر آیت الله خمینی انجام دادم و به بهشت خواهم رفت، اما خیالت راحت باشد. من به حوریان بهشتی توجهی نخواهم کرد و در آسمان‌ها به انتظار تو خواهم ماند. در همین دوره مخالفین توانستند توجه آدم‌های ساده لوح و ضعیف را از راه انتشار فهرست نام 100 نفر از شخصیت‌های موافق سلطنت به سوی خود جلب کنند. این فهرست شامل افسران ارشد، بازرگانان و صاحبان صنایع و سیاستمداران بود با ذکر ارقام سرمایه‌هایی که هر یک از آنان از ایران خارج کرده بودند. این ارقام سرسام‌آور که طبعاً ساختگی بود در تهییج افکار عمومی مؤثر افتاد. نخست وزیر به خاطر مبارزه با این سمپاشی‌ها و آرام کردن افکار عمومی با صدور بیانیه‌ای افرادی را که نامشان در این فهرست ذکر شده بود ممنوع الخروج اعدام کرد. افتادن در این دام به اعتبار کسانی که آن دروغ را رواج داده بودند افزود و نابسامانی بسیار به بار آورد. در همین زمینه یک روز کاستی در میان مردم پخش شد که در آن صدای پادشاه هنگام صحبت در یک جلسه با حضور مشاورین نظامی شنیده می شد که دستور می داد به سوی مردم تیراندازی شود و نفت برای صدور به اسرائیل نگهداری شود. من این کاست را به گوش خودم شنیدم. یک نفر صدای پادشاه را تقلید می کرد و بقیه کاست هم از سرهم کردن نوت‌های همسرم تهیه شده بود. ما کاست را برای آزمایش به یک آزمایشگاه آمریکایی فرستادیم، اما تا جواب آزمایش برسد کار از کار گذشته بود. پادشاه وقایع را در خاطرات خود اینطور توصیف می کند. خمینی چندین خط تلفنی در اختیار داشت. کاست های او که در پاریس پر می شدند توسط هواپیماهای ایرفرانس و یا آلمان شرقی به تهران می رسید. آرامشی که پس از برسر کار آمدن تیمسار از هاری به وجود آمده بود دیری نپایید. در آغاز ماه محرم یعنی 3 محرم برابر با 12 آذر ماه یک بار دیگر اغتشاش به پا شد. آیت الله خمینی از اقامتگاه خود در نوفل و شاتو نوت‌های آتشین ضبط شده خود را به ایران می‌فرستاد و این نوارها در سراسر کشور پخش می‌گردید. از آن پس هزاران هزار نفر در کانون‌های خانوادگی خود به سخنان این مرد متعصب که فرمان به نابودی همه چیز تا استقرار نظام جدید اسلامی می‌داد، همچون آیه‌های آسمانی گوش می‌دادند. در طول شب‌هایی که از سوی آیت الله تعیین شده بود، دقیقاً سر ساعت 8 شب مردم به روی بام‌ها می‌رفتند و به طور دست جمعی فریاد برمی‌آوردند. الله اکبر. این کلمات که از دوران کودکی برایم دعایی آرامش بخش به شمار می رفت، اینک تبدیل به کلماتی هراس‌انگیز شده بود که با شنیدن آن خون در رگ‌هایم منجمد می شد. من با خود می گفتم کسانی که موفق شوند دعا را به فریادی از بغض و کینه بدل کنند، دشمنان مذهبند. آیت الله خمینی از مردم خواسته بود که روزهای 19 و 20 آذر ماه یعنی تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور به تظاهرات بپردازند و یک بار دیگر مسئله نحوه مقابل با این تظاهرات مطرح شد. چون حکومت نظامی برقرار بود، تیمسار اویسی اعتقاد داشت که باید از به خیابان آمدن آشوبگران جلوگیری نمود و آمادگی خود را برای عکس‌العملی شدید اعلام کرد.
اما همسرم در پیروی از اعتقادات خود با این پیشنهاد موافقت نکرد. بنابراین ارتش تانک های خود را از مرکز تهران فرا خواند و به حضور بی خطر خود پیرامون ساختمان های دولتی اکتفا نمود. جمعیت تظاهر کننده شهر را به تصرف خود درآوردند و به مدت 2 روز شعارهای ضد سلطنت در همه جا شنیده می شد و برای نخستین بار آشوبگران خواستار استقرار جمهوری اسلامی شدند. پادشاه در این باره می نویسد: در این هنگام بود که اعتصاب‌های وسیع سیاسی برای به زانو در آوردن کشور آغاز شد. تهران و شهرهای بزرگ هر روز چند ساعت فاقد برق بود. وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد. کارمندان سازمان آب و شبکه نفت و بنزین و سپس بانک‌ها و وزارتخانه‌ها اعتصاب کردند. هدف این کوشش‌ها فلج کردن فعالیت مردم ایران بود تا دولت در مقابل ویرانگران ناچار به تسلیم شود. مردم بیکار و سرگردان و در نتیجه خشن و ناراضی در کوچه ها و خیابان ها قدم می زدند. کارگران و کارمندانی که از شرکت در اعتصاب خودداری می کردند مورد تهدید قرار می گرفتند. ما به خوبی می دانیم که برای فلج کردن شبکه توزیع برق یا نفت 5 و یا 6 نفر کافی است و همین باعث شد که اعتصاب انقلابی توفیق یابد. اوایل دی ماه تیمسار ازهاری که فقط 6 هفته تصدی نخست وزیری را به عهده داشت دچار حمله قلبی گردید و دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد. کشور کاملا فلج شده بود و حتی 1 بشکه نفت نیز از ایران خارج نمی شد. در این زمان پادشاه به فکر انتخاب غلام حسین صدیقی به مقام نخست وزیری افتاد. صدیقی که در کابینه محمد مصدق سمت وزیر کشور را به عهده داشت از احترام قابل ملاحظه‌ای در همه محافل برخوردار بود. دکتر صدیقی این پیشنهاد را پذیرفت و برای تشکیل دولت خود 2 هفته مهلت خواست و این در شرایط دشوار آن روز کشور زمانی بس طولانی بود. در این موقع تیمساران اویسی و مقدم که مسئولیت امنیت مملکت را به عهده داشتند از من تقاضای ملاقات کردند. آنها از وخامت اوضاع صحبت کردند و تأکید نمودند که اگر پادشاه در 2 یا 3 روز آینده نخست وزیر جدیدی انتخاب نکند بیم آن می رود که انقلابیون به کاخ سلطنتی حمله کنند. آنها شاپور بختیار را برای احراز این سمت پیشنهاد کردند و اضافه کردند که به گمان آنها او با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد. من سخنان آنها را برای پادشاه نقل کردم. همسرم با این انتخاب مخالفتی نداشت. بختیار به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی به گروهی تعلق داشت که به قانون اساسی وفادار بودند. برخی از اطرافیان در این باره با آقای بختیار صحبت کرده بود و چنین به نظر می رسید که او برای نخستین ملاقات حاضر نبود به کاخ بیاید. بنابراین من به همسرم پیشنهاد کردم که او را در منزل همسر داییم لوئیز قطبی که با بختیار خویشاوندی داشت ملاقات کنم. پادشاه با پیشنهاد من موافقت کرد و من با بختیار ملاقات کردم. من او را نمی شناختم و از همان ابتدا درباره نبود آزادی و وجود ارتشا صحبت کرد. من یادآور شدم که کشور در خطر است. او به اطلاع من رساند که یکی از شرایط قبولی این سمت آزاد کردن کریم سنجابی یکی از رهبران جبهه ملی و دوست اوست. من نتایج گفتگوی من را به آگاهی پادشاه رساندم و او امر به آزادی سنجابی داد و نخستین ابتکار سنجابی قبل از حرکت به سوی نوفلوشاتو مدح خمینی بود. چون این مشکل حل شده بود، بختیار به کاخ آمد. پادشاه در این باره می نویسد: و اگر اشتباه نکنم، سپهبد مقدم شخصاً وی را شبانه و در خارج از ساعات متعارف ملاقات به کاخ نیاوران هدایت کرد. بختیار در این ملاقات مکررن نسبت به مقام سلطنت ابراز وفاداری کرد
و کوشید به من ثابت کند که تنها کسی است که می تواند در آن دوران دشوار دولت را تشکیل دهد. او می گفت مایل است تمام ترتیبات مندرج در قانون اساسی را رعایت کند. این شرایط برای من قابل قبول بود. در همان زمان بعضی از شخصیت‌ها خصوصاً سفرای آمریکا و انگلستان پادشاه را به ترک موقت ایران به مدتی کوتاه تشویق می‌کردند و معتقد بودند که رفتن او به آرام شدن کشور کمک خواهد کرد. در همان تاریخ قائم مقام فرمانده اتحادیه آتلانتیک شمالی ناتو ژنرال رابرت هویزر به تهران رسید. آمدن او به تهران در 5 ژانویه 1979 به خودی خود واقعی مهمی محسوب نمی شد. زیرا ایران عضو سازمان پیمان مرکزی یا سنتو بود. به اطلاع من رسید که مأموریت او کوشش در اعلام بیطرفی ارتش بوده است. سالها بعد ژنرال الکساندر هیگ فرمانده ناتو به من اظهار داشت که به خاطر اعتراض به مأموریت ژنرال هویزر از شغل خود استعفا کرده بود، زیرا معتقد بود که ارتش می بایست مانع از ایجاد هرج و مرج در ایران می شد. ژنرال هیگ اعتقاد داشت که در آن زمان حفظ ثبات منطقه مسئله اساسی به شمار می رفت. آقای بختیار نیز عقیده داشت که شاه باید به طور موقت ایران را ترک کند. این خبر به سرعت در همه جا پخش شد، خصوصاً در میان عمرای ارتش که پادشاه فرماندهی آنان را بر عهده داشت. افسران و سربازان ما که از وضع مملکت به سطوح آمده و از چند ماه پیش شاهد فرار عده قابل توجهی از بلند پایگان کشور بودند، حضور پادشاه را در ایران لازم می دانستند. تیمسار عباس قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش، به طور خصوصی به من گفت اگر پادشاه ایران را ترک کند، ارتش از هم پاشیده خواهد شد. بعضی از افسران از جمله تیمساران، بدرعی و خسروداد پیشنهاد کردند که تا آرام شدن وضع پادشاه در جزیره کیش اقامت کند و آمادگی خود را برای هر گونه جانفشانی در صورت لزوم اعلام کردند. عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز که به ملاقات من آمده بودند همین اعتقاد را داشتند. بعضی از نمایندگان از ترس آن که پادشاه ایران را ترک کند حتی به من پیشنهاد کردند که مردم ولایات خود را برای مبارزه با انقلابیون مسلح کنند. در طول هفته‌های اخیر اغلب این افسران و نمایندگان و افراد خانواده آنها تهدید به مرگ شده بودند و بعضی از آنها در نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. شخصاً فکر نمی‌کردم عزیمت پادشاه راه حلی برای از میان بردن کینه‌ای باشد که ناآگاهانه در دل مردم راه یافته بود. اما همسرم به این نتیجه رسیده بود که اگر این پیشنهاد موجب جلوگیری از خونریزی شود، باید آن را پذیرفت. از خود می پرسیدم در اندیشه مردی که طی 37 سال همه لحظات زندگی خود را وقف مملکت و مردمش کرده و هدفی جز خروج کشور از عقب ماندگی نداشته و در حال حاضر در نهایت بی انصافی طرد شده، چه می گذرد؟ او به خاطر مبارزه دوگانه‌ای که در طول سال 1357 با آن دست به گریبان بود، یعنی مبارزه آشکار علیه آیت الله خمینی و مبارزه پنهان علیه بیماری، توانش را به کلی از دست داده بود. علی‌رغم همه دشواری‌های روزافزون، پروفسور فلاندرن سفرهایش را به تهران قطع نکرد. خواندن دوباره آنچه که او به پروفسور ژان برنارد نوشته است، مرا به محیط خفقان آور آن ماه‌ها در ایران باز می‌گرداند. دکتر فلاندرن می‌نویسد: طی سال 1978 پس از درگذشت آقای علم است که اوضاع لااقل برای ما مشکل می‌شود. هنگام آخرین سفرمان به آنجا یقیناً به خاطر دارید که چه اشکالاتی برای ورود به کاخ داشتیم و یا اوقاتی را که در انتظار دوستمان صفویان
و به امید رسیدن اتومبیل تیمسار ایادی برای گذشتن از گارد محافظه‌کار در کوچه قدم می‌زدیم. در گذشت آقای علم و برکناری تیمسار ایادی موجب شد که ترتیبات معمول که دور از انظار انجام می‌گرفت تغییر کند، هرچند که نحوه استقبال و پذیرایی از ما کماکان و بر مبنای شیوه گذشته ادامه یافت. محاسا اندک اندک اقامتهای ما دشوارتر می شد، زیرا دیگر امکان سکونت در خانه همیشگی برای ما وجود نداشت و مجبور بودیم در هتل اقامت کنیم و کوشش نماییم تا حد ممکن از اتاقهای من خارج نشویم. هرچه بر شدت رویدادها افزوده می شد، تمایل کمتری به خروج از هتل احساس می کردیم، زیرا اغتشاشات، قطع مکرر برق و تظاهرات خیابانی گاه صورت شورش به خود می گرفت تا جایی که ملاقات کوتاه یک شنبه صبح ما را نیز مشکل تر می کرد. بیمار ما همچنان خوش برخورد بود، ولی مدت ملاقات ها کوتاه شده بود و خصوصا در آخرین دفعات او را بسیار نگران و عصبی یافتم. از نظر پزشکی بحث ما در اطراف انواع داروهای آرامش بخش اعصاب و تجویز یا عدم تجویز آن می‌گذشت. دوستمان صفویان در قالب موارد مرا در این ملاقات‌ها همراهی می‌کرد. آخرین سفر من آخر دسامبر 1978 39مین دیدار من با پادشاه بود که 35 بار آن در ایران انجام گرفته بود. در آخرین ملاقات وضع بیمار زیر فشار و تنشی آشکار که به نظر خطرناک می رسید دگرگون شده بود. من او را در حالی که به اخبار یک شنبه صبح رادیو گوش می داد معاینه کردم. آری، پادشاه به کلی خسته و ناتوان شده بود و تصمیم قطعی گرفته بود موقتاً کشور را ترک کند. اما ناامیدی وفادارانش، خصوصا افسران ارتش، مرا سخت متاثر می کرد و به همین جهت از او خواستم اجازه دهد در ایران بمانم. گفتم من به هیچ کاری دخالت نخواهم کرد و هیچ کس را نخواهم پذیرفت و فقط همچون نشانی از حضور شما در اینجا در این کاخ خواهم ماند. او اندوهگین در جواب من گفت لازم نیست نقش ژان دارک را بازی کنی. و از من خواست در کنارش بمانم. دی ماه فرا رسید، برف می بارید و همسرم در خاطراتش نوشت آخرین روزهای اقامت در تهران سخت دشوار بود و شبها با بیخوابی می گذشت. می بایست روزها همچنان به کار خود ادامه دهم و حالان که تاریخ حرکت نزدیک و نزدیکتر می شد. اندوه عمیقی اندک اندک کاخ را در بر گرفته بود. در درون کاخ آدم‌ها چون موجوداتی بیروح در رفت آمد بودند و من گاه به گاه بعضی از آنها را می‌دیدم که به آرامی می‌گریستند. با آنها می‌گفتم که ما باز خواهیم گشت. آنها مایل بودند سخن مرا باور کنند، همانطور که ما نیز چون این آرزویی داشتیم. همه ما از یک واقعیت رنج می‌بردیم و از خود می‌پرسیدیم تاریخ ما را به سوی کدامین فاجعه می کشاند؟